سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان شیعر آسواش طی بیانیه‌ای راهکارهای شخصی و اجتماعی برای مقابله با ویروس کرونا در ماه محرم الحرام 1442 ارائه نمود. به گزارش شیعه ویوز، در این بیانیه با اشاره به ناکامی بشری در ساخت واکسن کرونا تا این لحظه آمده است، اگرچه اقداماتی همچون فاصله گذاری اجتماعی بسیار مهم هستند، اما باید توجه داشت که این اقدامات آسیب‌های بسیار جدی از قبیل کاهش ارتباطات انسانی و اجتماعی، کاهش رشد اقتصادی و گسترش استرس و نگرانی در جوامع را در پی خواهد داشت. شیعر آسواش در ادامه با اشاره به مشکلات و فشارهای روانی جوامع امروز، مراکز مذهبی را مکانی برای حمایت‌های روحی دانسته و آورده است، اما همزمان با شیوع کرونا در سراسر جهان، مقامات حکومتی دستور به بسته شدن مراکز مذهبی دادند تا شاید از این راه مانع شیوع گسترش ویروس کرونا شوند. این در حالی است که طبق آمارها این اقدام هیچ تأثیری بر کاهش شیوع ویروس کرونا نداشته است، زیرا این اقدامات سبب شروع اعتراضات مردمی علیه اقدامات ناکافی حکومت‌ها برای تأمین نیازهای اساسی مردم شده است. شیعر آسواش در ادامه با اشاره به نزدیک شدن ماه محرم، آن را فرصت بسیار خوبی برای مقابله با مشکلات روحی دانسته و خواسته تا مجالس عزا در مکانهای مناسب برپا شود. شیعر آسواش در ادامه با شرح اهداف مراسم‌های مذهبی در دهه اول محرم الحرام تأکید کرد: ما ضمن تأکید بر لزوم برپایی عزای سید شهدا علیه السلام و به رسمیت شناخته شدن حق آزادی‌های دینی و برگزاری‌های مجالس مذهبی بر رعایت تمامی الزامات پزشکی و بهداشتی نیز تأکید می‌کنیم. همچنین شیعر آسواش اقدام به نشر و توزیع یک سری دستورات پزشکی و بهداشتی برای برگزاری مراسم‌های مذهبی در طول این ماه کرده است. این دستورات فردی برای کاهش احتمال انتقال ویروس کرونا از فردی به فرد دیگر است.